کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند مردی در قفس نوشته صادق چوبک سید حسن خان در خواب قلتی زد و پهلو به پهلو شد و دامت بیدار شود و رنجهای زندگی تنهای خود را به یاد بیاورد دوباره خوابش برد اما این خواب خیلی سبک بود در حالی که بین خواب و بیداری دو دل مانده بود که آیا پیش از این هم زنده و در دنیا بوده یا نه در آن بیهوشی شیرین که داشت میگشت بلکه از زنده بودن خودش چیزی به یادش بیاید اما چیزی دستگیرش نشد و عمل تنفر سرشاری که در بیداری به زندگی داشت او را در شک باقی گذاشت. از عمر گذشته سابقه ای در خاطرش دمنده بود. برای یک لحظه به نظرش آمد که با شعور و سادگی یک طفل در دنیایی دیگر که سراسر آن را رؤیا و فراموشی گرفته از شکم مادر زاییده شده و یادگارهای نیم قرن زندگی بریده بریده و محو شده اش که از هیچ شروع شده و به هیچ خط می در آن فراموشی سر به شده بود اما با همه اینها در آن وقت حالتی داشت که از خواب و بیهوشی روشنتر و به بیداری و هوشیاری درد ناکش نزدیکتر بود با یک کوشش باطنی تقلا می بلکه حقیقت تلخ آن حالت را از بین ببرد و ای که او را به زندگی و بیداری مربوط کرده بود پاره کند و زنده بودن خودش را از یاد ببرد اما همین کوشش نهایی سبب شد که کاملا بیدار شود و یقین کند که تازه متولد نشده بلکه نیم قرن پیش از این در لاهور به دنیا آمده و زجر کشیده و پای چپش را از بالای زانو بریده اند و سودابه را از دست داده و اکنون هیچ کس را در این دنیا ندارد و فقط با یک سگ و یک دده خرید دور از مردم در خانه پدریش خود را زنده به گور کرده و محکوم است که زندگی کند برای همین بود که چون به زنده بودن خود یقین کرده آزرده و دلگیر شده و برای این زندگی دوباره دلش گرفت و تعجب کرد که هنوز زنده است با چشمان بسته سای روشن در و پنجره را تشخیص میداد و از پشت پلکای بسته نور مزاحم و وقیه بامداد با را میدید اما نمیخواست چشمهایش را باز کند از دیدن در و دیوار و اتاقش یک نوع ترس و زدگی در خودش اس میکرد و از دوباره روبرو شدن با محیط خود دلچرکین و بیزار بود باز او بود و همان اتاقهای تو در توی پرد افتاده گرد گرفته که در آنها پرنده پر نمیزد باز او بود و یک مشت اسباب خانه قدیمی که سالهای سال بود روی آنها گرد نشسته بود و کسی نبود آنها را جابجا جا کند فقط یک دل خوشی داشت و آن راسو بود فکر راسو خاطرش را آسوده می کرد راسو شب بغل تخت خوابش روی تو بی صدا و بی خور مثل یک هلزون دور خودش چنبره می زد و می خوابید. بودن یک موجود دیگر در اتاقش که به هیچ وجه در صدد خوردهگیری و کنجکاوی از کارهای او نبود باعث دلگرمی و آرامش خاطرش بود. پس اول به فکر راسو و بعد به امید و به دلخوشی تریاک چشمانش را باز کرده. سیتستانخون بعد از مرگ زنش سودابه که تمام مدت زن و شوهریشان بیش از سه ماه طول نکشیده بود، اون سو علاقه را از همه چیز بریده بود و دوباره مثل اول تک و تنها در خانه قدیمی ساز اجدادیش با یک مشت اسباب خانه ارسی مانند قده های مرغی، کارچین و لاله و مردنگی و تنگ بلور اتریشی، و شمدان و پیسوز نقرکوب کندکاری شده و تسبیح های شاه مقصودی و کشکول و یسر و مرجان و علی مراد و جووین و اقسام چوب وافورهای کهور و زرکدار مثل میکروبی که محیط مساعدی گیر آورده باشد برای خودش میان آنها میلولید و وجود داشت نگاهی به فکر فروش آن همه اساسی میافتاد و نه آنها را لازم داشت و نه گاهی حوصله میکرد به آنها سر بزند بین آن هم اسباب خانه فقط یک قلم تراش دست صدفی دوازده تیغهی راجرز بود که آن را سی سال پیش در آگره از روی میز یک رفیق صمیمی هندی خودش دزدیده بود و به این قلم تراش علاقه و کینه شدیدی داشت خودش هم نمیدانست چرا آن را دزدیده بود شاید برای اینکه در نهان کاری را انجام داده باشد به هر حال آنچه واقع شده بود این بود که او بی آنکه رفیقش ببیند چشم او را پاییده بود و آن را از روی میزش کش رفته و در جیب خود پنهان کرده بود و تمام مدتی که در آن شب با هم به گردش رفته بودند دستش را از جیبش بیرون نیاورده بود و به قدری آن را سفت و سخت در دست خود فشار داده بود که انگشتانش عرق کرده و خسته شده بود. هنوز هم بعد از سی سال آن قلم زیر توشکچه ای که رویش می نشست و تریاک می کشید دیده می شد و هر وقت یادش می آن را بر می داشت و خیلی با تعجب و ناآشنا مثل اینکه که هرگز آن را ندیده باشد نزدیک چشمانش می برد و از پشت اینه که بادامیش آن را تماشا می کرد و با حوصله و اناد سمجی قیچی و عرب و سوهان و قاشق و چنگال و گوش کن و تیغه های براغ و برنده آن را یکی یکی باز می کرد و با یک نوع کینه و خشم کهنه آنها را دوباره می بست وزیر توشک قایم می کرد. اغلب همانطور که تیغه های براغ و تیزش را با ناخون امتحان می کرد به فکرش می رسید آن را سربنیز کند و کاری کند که دیگر نبیندش چون که از دیدنش ناراحتی و ترسی به او دست میداد که آزارش میداد و روحش را میخورد و بعد از آن که فکر میکرد آن را توی حوز یا مستراح یا توی خنات بیاندازد دوباره همه تیغه های آن را میبست و دزدکی اطراف خودش را نگاه میکرد و آن را سر جایش میگذاشت همسایه ها خیال میکردم که سید حسن تمام مدت شبانه روز در خونهش مشغول عبادت و نماز روزه است برای زن جوان مرگش سودابه چون که گویا یک وقت یکی از آنها از دد یاسمن کنیز سیتاسرخان پرسیده بود و او هم از راه لجبازی و حرس جواب داده بود بله سیتاسرخان از وقتی که زنش این طور شده تمام وقت و خونه مشغول نماز روزه بری زنشه از آن روز دیگر در محل به به این حرف شاخ و برگ گذاشته بودند که سید حسن خان در نظر اهل محل امامزاده شده بود زنهای بیوه و دخترهای ترشیده بر وفای او قبطه میخوردند آرزو داشتند او را ببینند اما مگر سیه حسن خان گاهی پایش را از خانه بیرون میگذاشت برخلاف گفته دریاسمن سید حسن خان در خانه خودش هرگز مشغول نماز روزه نبود. برعکس او صوفی سست اعتقاد و هرهوری مذهبی بود که به این جور چیزها بغض و ادابت پرپیله ای داشت. این آدم از دنیا و آدمها و مذهبش سرخورده بود و به چهار دیوار خانه خود پناه برده بود. از روزی که سودابه مرده بود در صدت برآمده بود که از علاقه و آرزوهای خودش بزند و به چیزی اونس نگیرد. برای همین بود که هنوز هفته ی زنش سر نرفته بود که قناری های هلندی فرفری به آن نازنینی که هر کدام را با خون جگر به دست آورده بود و از آنها جوجه کشی کرده بود از قفس آزاد کرد. این روز هم در خاطرات زندگی او غمانگیز و فراموش نشدنی بود. وقتی که یکی یکی آنها را پر داد دلش به هم فشرده شد و بغز گلویش را گرفت همچنان که لبهایش را به هم فشار میداد و کوشش داشت گریه خود را بخورد به علاقه شدیدی که سودابه به آنها داشت فکر می کرد و دلش می سوخت. اما قناری ها چون از اول به قفس عادت کرده بودند و بلد نبودند آزاد بپرند به چند خیز خود را روی علف های خشکیده چینه باغ انداختند و با آشفتگی و ترس سرهایشان را به این طرف و آن طرف حرکت می دادند و جیک جیک می کردند. سید خان از آوارگی و بی خانمانی آنها دلش به درد آمد و از کار خود پشیمان شد. دلش می خواست اگر بشود آنها را دوباره به قفس برگرداند. برایشان موج کشید ولی آنها همانطور که نابلد روی چینه باغ نشسته بودند از محیط ناآشنای خود در تعجب بودند امیدید که آنها هنوز در قلم رفت و علاقه محبت او هستند اما از علاقه دوبارش احساس ناراحتی کرد و چوب زیر بغلش را به طرف آنها تکان داد و کیششان کرد قناری ها با ترس هر کدام به گوشه ای پرواز کردند از رفتن آنها دلش آرام شد چون که دیگر نبودم که برایشم قصه بخورد فقط قفسهای خالی آنها که از چنگک آویزان بود مثل جسد مردگان به دارا ویخته ای که تازه جانشان در رفته باشد تکان میخورد آن یه جوان بود و خیلی وقت نبود که با پای بریده از هندوستان برگشته بود اما راسو ماده سگی بود از نژاد ستر که دو سال پیش از این موقع کنوز چشمهایش باز نشده بود خود به خود وارد زندگی او شده بود سید حسن خان تا آن روز کوشش کرده بود که اون سو علاقه خودش را کم کند نه اینکه چیزی بر آن هنگامی که او را در سوراخ راهها به باغ چشم بسته و نالان دید که سر لرزانش را به این طرف آن طرف تکان میداد و پوزه مرتوبش را به خاک میمالید نتوانست او را ندیده بگیرد و بگذرد از آن روز به بعد با دست خودش به او شیر میداد و خیال داشت همین که کمی قوت بگیرد او را از سر وا کند اما کم کم کار به جایی کشید که نه تنها او را بیرون نکرد بلکه چنان به او انس گرفت که جدا شدن از او برایش مشکل می نمود. برای همین بود که در خانه خود نگاهش داشت. راسو مثل قناری نبود که وقتی با آنها آب و دانه میداد بی معنی و احمقانه به دور خودشان هی چرخ بخورند و از روی همچشمی و حق ناشناسی پرهایشان را توی فنجان بشویند و با حالت عصبانی کننده ای این طرف و آن طرف ورج ورجه ورزه کنند و به طرف او آب پشنگ بزنند راسو هر حرکتی میکرد معنیدار و دلچسب بود راسو بهتر از یک آدم رنج و شادی و ترس را حس می کرده. او در برابر پیش آمدها و باگذشت بود. بوده. هیچگاه اکسل عملی شبیه به مال آدم ها از خود نشان نمیداد. داد. و اصول آدمی زادها را نداشت خودش بود. سگ بود. اگر گاهی سگ حسن به او خشک گین می شد و او را از خودش می راند. بعد که پشیمان می شد و نازش را می کشید. او هم بی گله و کرشمه پیش او می رفت و دستش را میلیسید و خودش را برای او لوس می کرد. دیگر خیال از کردن او برایش از همه چیز ناگوارتر بود زیرا همانطور که به طریق عادت کرده بود به راسو هم عادت کرده بود و تنها مایه دلخوشیش او بود راسو در تنهایی و رنج او شریک بود روزها میشد که سید حسن وقتی که مشغول تریاق کب کردن بود یا هنگامی که عرق توی تنگ میریخت یا سیگار رشتی میپیچید با راسو درد دل میکرد و سرگذشت زندگی دردالودش را که با اهدی نگفته بود با وسواسی خاص برای او نقل میکرد راسو هم چشمان سیاه قزال مانندش را به صورت او میدوخت و تمام قوای نهانیش را به کار میبرد تا خودش را شریک تنهایی و اندوه اونشان بدهد آنها با هم دوست بودند چند بار پشت سر هم چشمانش را به هم زد نور خفیف و محوی که از پشت شیشه های رنگارنگ اوروسی توی اتاق پخش شده بود چشمانش را زد باز هم با اخم چند بار دیگر چشمانش را به هم زد و عقبت آنها را به سقف اتاق روی عکس گلندام دوخت و لحظه این مات به آن عکس خیره شد بعد دوباره جلو خودش روی دیوار نگاه کرد اما روی دیوار هم برای یک لحظه عکس گلندام همانطور که توی سقف نقاشی شده بود منتها محفتر جلوش مجسم شد چند بار دیگر چشمان خود را باز و بسته کرد عکس رفته بود و فقط چارچوب سیاه آن در ذهنش جابجا میشد. نگاهش به ساعت دیواری روی شاهنشین افتاد عکس گلندام را فراموش کرد این ساعت چهارده سال بود که کسی آن را کوک نکرده بود در تمام این مدت اغربه هایش روی چهار و سه دقیقه ایستاده بود مثل اینکه در تمام مدت این چهارده سال زندگی او سر جای خود مانده و حرکت نکرده بود چهارده سال تمام زندگی پر از رنج و یک نواخت او روی ساعت چهار و سه دقیقه مانده بود این چهار و سه دقیقه که شاهد یک عمر زندگی تاریک و غمانگیز او بود از جای خود تکان نمیخورد که نمیخورد هر صبح که از خواب بیدار میشد عادت داشت که از میان تمام نقاشی های توی سقف به عکس گلندام نگاه کند و بعد رو به دیوار سفید عکس نگاهش را برگردان کند و همین بازی را هر روز در بیاورد. گلندام توی سخت دختر چهار به سر توپل بپل لب قرمزی بود که پیراهن اطلس و شلیطه سفید پف کرده به داشت و گاو از خود بزرگتر اخموی را که زبانش از گوشه دهنش بیرون جسته بود به دوش گرفته بود و روی آخرین پله امارت ایستاده بود و با چشمان بی حالت و وقزده اش به جلو نگاه میکرد پشت سر گلندام با انگه دو طرفش پرده مخمل اننابی با شرابه و منگوله های تلایی آویزان بود یک کوه همانجا سبز شده بود که پشت آن روی یک کوه دیگر سرکله یک شکارچی با سبیل های چخماغی و زلف دم اردکی با چشمان درشت بی ایستاده بود و انگشتش را توی دهنش تپانده بود. این شکارچی که پشت کوهی ایستاده بود از خود گلندام و حتی از گاوش هم نزدیکتر بود و با دقت زیادی جزئیات صورتش نقاشی شده بود. یک تازی و یک شیر و دو بچه آهو و یک خرگوش قاطی پهلوی شکارچی بودند که از تنگی جا خرگوش زیر دست و پای شیر خوابیده بود و البته شکارچی به آنها اعتنایی نمی کرده. امروز هم سید حسن خان مثل هر روز به عکس گلندام خیره شد و آن مانند همیشه دست نخورده دید. خورده خورده عکس های شکار مرغابی در مرداب و ملکی چین و دریاچه و کشتی و خیام و معشوقه شراب به دست و حضرت اسماعیل و گوسفند قربانی و زهاک ماردوش و شیخ سنان و دخترک ترسا و عکس جوان خوشگلی که به معشوقش گل سرخ تعارف می کرد همه را تماشا کرد هر کدام از آنها برایش خاطراتی داشت اما عکس گلندام چیز دیگری بود سودابه به هیچ کدام از آنها به قدر عکس گلندام علاقه نداشت وقتی که زنده بود صبحها که در همین عروسی بیدار می شدند سودابه به راجع به یک یک ها از او چیزهایی میپرسید و با هم خنده و شوخی میکردند اما سودابه که سیزده سال بیشتر نداشت از قصه یک گلندام خیلی خوشش میامد و هر روز یک چیز تازه ای راجع به آن از شوهرش میپرسید اگه منم هر روز یک گوساله رو رو دوشم بگیرم و از پلای پشت بالا برم بعد که گوساله گاو شد بازم میتونم بغلش کنم اون شیره چطور که به خرگوشه و آهو کاری نداره؟ اون مرتی که مگه نه توفنگ رو دوشش داره؟ چطور اون شیره رو نمیکشه؟ اون آهوا نن بابا ندارم؟ سید حسن خان گاهی در خواب آجز می ماند و بر می گشت به صورت بچگانی زنش خیره میشد و بعد می خندید و چال صورت او را ماچ می کرد. حالا هم به یاد گذشته به عکس گلندام نگاه می کرد. و زندگی گذشتهش جلوش مجسم بود بیش خودش خیال کرد سودا به چقدر به این عکس ها نگاه کرد و یه ذره نگاه خودشو و بر نتونست برای تسکین دل من جا بذاره حالا اون خاک شده و اینا همون جور سر جا ای توف بر این دنیا از این خیال سوزشی در نوک دماغش حس کرده آهسته و با احتیاط پدرانه ای مثل اینکه بخواهد سودابه را ناز بکشد یا او را از خواب بیدار کند پچ پچه کرد راسو جون بیداری؟ راسو مدتی پیش از او بیدار بود او هم روی توچکچه خودش پایین پای او رو کف اتاق چنبره زده بود و نیمی از زیر گلوی سفیدش را یکوری بیرون انداخته بود و خودش را به خواب زده بود بودن سید حسن خان در اتاق برای رسو آرامش و دلگرمی بود. او خیلی خوب میفهمید که یک موجود دیگر توی اتاق روی تخت خواب خوابیده است. صدای نفسهایش را یکی یکی میشنید و خودش را نیازمند نوازش او میدید. دلش میخواست بوی گرم و زنده دست او را که بوی غیر از بوی خوردنی ولی لذتی شبیه به آن داشت از نزدیک بشنود این بو هم او را جور دیگری سیر می کرد همان موقعی که سید حسن خان به عکس گلندام نگاه می کرد و به سودا به فکر می کرد راسو به انتظار شنیدن صدای پرمحبت و گوش نواز او چشمان را به هم می زد و سراپا گوش بود از گوشه یه چشم به طرف تخت خواب نگاه می کرد و منتظر بود که او را صدا کند برای همین بود که تا پچ اسم خودش را شنید به یک خیز از روی تو شکچه پا شد و آمد روی فرش اول کش و قوس رفت روی دو دست بلند خود فشاری آورد و روی دو پایش خوابید بعد پایش را از عقب دراز کرد و به آنها هم فشاری داد و دهن ای کرد و صدای نازکی مثل این که حزی برده باشد از بیخ گلویش بیرون آمد بعد زبان پشت گلیش را به دور پوزش شرخاند و یک راست رفت بغل تخت خواب و سرش را برای نوازش دست های او روی تشک گذاشت و روی دوپایش نشست سید دست کرخت و بیهستش را که انگشتانش به زحمت تا میشد به سر او گذاشت و نوازش کرد از احساس پوزه تر و سردش حز شدیدی مثل یک حز شهوانی درش پیدا شد چشمانش را که به سقف و هنوز روی عکس گلندام بود آهسته و با لذت به هم گذاشت آنن بدن نحیف و محتابی سودا به پیشش مجسم شد اینن همانطور که او را همیشه در رخت خواب دیده بود ولی دستش بی اراده مثل یک عادت یا یک اکسل عمل با پوزه راسو ور می آن را فشار می داد و انگشتانش را جلو سوراخ‌های بینی او می برد و نفس گرم و نمناکش را حس می کرد. موهای نرم مخملیش را نوازش میداد. راسو هم لبهای گوشتالودش را بی شرم و ناز در اختیار نوازش او گذاشته بود بعد مثل اینکه قانع نشده باشد پوزه اش را ول داد و با یک حرکت سریعی گوشش را گرفت. زیر بناگوشش عضروف کوچک برامده ای بود که زیر دستش لیز میخورد. همیشه از بازی کردن با این قضروف خوشش می آمد. همان دمان را پیدا کرد. رازو آب دهنش را قورت داد و دمش را با کیف روی فرش میزد. لوسی جون، لوسی جون من، شگ شگ من، تو شگی یا آدمی؟ از آدم بهتری باریکلا خوب کردی آدم نشدی اگه آدم شده بودی هرگز اینجا جات ده بود میدونم گشنه ای ای دل سیاسک کیف دیر شده هی بونکی. حالا پا میشم ناشتایی میخوریم تریاک میکشیم دودت میدم اینها را همونطور با چشمان بسته میگفت و نفس نفس میزد با هر جمله ای که میگفت دستش را به یک هوا پوزه و گوش راسو میکشید. دلش تپ تپ می کرد. اما ندرس این قلب مثل اینکه که روز به روز بدتر میشه. یه وقتی دیوستاد یعنی همچین روزی میاد. اینها را پیش خودش خیال کرد. بعد گوش راسو را ول کرد. لحظه دستش از تخت خواب آویزان شد و خودش مدتی در رخت خواب بی حرکت باقی ماند. بعد آهسته با کمک دو دست توی رخت خواب نشست کمرش بیهس بود و خستگی دردناکی اذیتش می کرد همین که نشست قدری صبر کرد و آن وقت یک ور شد و لب تخت خواب نشست پای راستش به کف اتاق رسید ران بریدهش توی زیر شلواری چلوار سفیدش پنهان بود آنچه از رانش باقی مانده بود افقی روی لبه تخت قرار گرفت. پاچه شلوار تا خورده و به هم چسبیدش روی کف اتاق پهلوی پای راستش افتاده بود. پاچه شلوارش را با دست بالا کشید و از پایین شروع به پیچیدن آن کرد. قدری که آن را پیچید ولش کرد. چیزی از ران بریده اش نمایان نشد. بعد به کمک دو چوب بلوطی رنگ که چرم بالشتک های زیر بغلش پوست پوستی شده بود و بالای تخت خوابش جا داشت بلند شد و ایستاد یک جفت چوب زیر بغل را با یک پای تخت ای که کفش زرد نارنجی به پایش بود در مریضخانه جی جی هاسپیتال بمبعی وقتی که پایش را بریدند به او دادند اما آن پا هنوز نو و در صندوقش گوشه انبار افتاده بود او فقط یک بار و با آن هم روز عروسیش با سودا و آن را بسته بود. روی پای راستش ایستاد و با دو چوب زیر بغل تعادل خود را نگه داشت. قد بلند و شانه های بالا آمده و گردن تو رفته داشت. یک اخم دایمی توی صورتش قالب گرفته بود. قیافه ی گری آلودی داشت. گوشه ی چپ لبش پایین کشیده شده بود مثل اینکه که بخواهد گریه کند. پایش خشک و بیجان بود خود را روی آن دو چوب و سینه پای راست بلند کرد و به راه افتاد تمام قوت خود را در این راه رفتن غیر طبیعی به کار می برد این آدم ناقص الخلقه واخورده هم مثل تمام مردم در مقابل احتیاجات طبیعی خودش زبون و بیچاره بود او هم ناچار بود که به تلافی و کفاره چند لغم غذایی که میخورد مدتها تو مستراح بدبو و دخم مانند خانه خود بنشیند و بوی گند بالا بکشد. مجبور بود که به کمک چوب زیر بغل کوتاهی کمیشه گوشه مستراح تکیه داده بود روی یک پا بنشیند و با عجز و انکسار مثل فانوس چین بشود و نفس نفس بزند و آنچرا که با لذت و حرز خورده بود با اکراه پس بدهد. این از قیودی بود که او را پیش خودش کوچک می کرد. اما در اینجا در چاهک مستراح خانهش موش بزرگ بوری بود با چشمان کهربایی و پوزه و سیبیل دراز که سالها بود او را همانجا دیده بود. این موش او را مشغول می کرد. اما از این معاشره تحمیلی خوشش نمی آمد. یک روز به خیالش رسید که او را مرگ موش بدهد. اما به نظرش آمد که اول باید خودش بخورد تا بتواند موش را مسموم کند از فکر مسخره خودش اش گرفته بود او را میدید که دزدانه و با, با ترس پوزه درازش را در مدفوع او فرو میبرد و با قیافه تقصیرکار و گدامنشی از آن میخورد و سیبیلش را حرکت میدهد ترس از وجود یک جاندار دیگر که از خودش بزرگتر بود او را برا می داشت. که پی پی از بالای چشم به سی تسرخان نگاه کند مثل اینکه مرتکب جنایتی شده باشد این هم مخلوقی بود که درست مثل انسان با ترس و لرز از خان نعمت بی دریغ پربردگار خود متمتع می شده. اما او مثل آدم روزی رسان خود را نمی شناخت و او را سپاس و ستایش هم نمی کرده. شاید از این ایس اقلا از آدم خوشبختتر بود این موش منفور برای به دست آوردن روزی خود کار هم نمیکرد، کرد انگل بود اما پولی هم نداشت که تنزیل بدهد این موش ساعتها توی سوراخ عقب چاهک مستلاح چرت می زد و بچه های خودش را می و هر روز سر موقع رزقش کف دستش بود سید حسن خان با دلچرکی و اخم به او نگاه می کرد و برایش قصه میخورد و در دلش از او خجالت میکشید اما موش از افکار و دلسوزی های سید اطلاع نداشت بلکه با لذت و اشتها کمش را از آنچه برایش میرسید می, رسید می وقتی که به اروسی برگشت تازه آفتاب از پشت شیشه های رنگین درها روی فرش افتاده بود و نقش رنگ و رو رفته ای آن را جلایی داده بود توی شاهنشین بسات ناشتا و منقل وافور آماده بود. یک جفت گوری شلغمی فیروزه ای رنگ گاردنر مثل دو دختر دوقلو توی منقل هشتی برنجی کنار هم نشسته بودند. یک سینی بزرگ توربلین که تویش دو جور مربا و نان روغنی و کره و پنیر بود کنار منقل روی سفره چرمی دیده می شد. توی سینی دیگر یک وافور بلند که توی کیسه ترمه ای پیچیده شده بود و یک نعلبکی پر از تریاک که تماما به یک اندازه حب شده بودند و یک چایدان زمردی صورتشاهی کنار منقل گذاشته شده بود اینها را همه در پاک و پاکیزه فراهم آورده بود و این کار هر روزش بود در خیلی خیلی غم سیتسن خان را میخورده وقتی که سه آمد تو راسو وسط اروسی توی نورهای مینیاتوری شیشه های رنگ, رنگ بود و داشت خودش را میلیسید. اما تا سید پشت بسات وافور نشست راسو هم مثل اینکه مدتها در انتظار او باشد بلند شد و کش و قوسی کرد و رفت نزدیک منقل و به فاصله کمی که حرارت آتش را به خوبی حس می کرد دراز کشید و دستهایش را به جلو دراز کرد و آنها را روی هم برگرداند و با گردن شق و گوش های تیز به منقل نگاه می کرد. عکس دو قوری فیروزه ای و گل آتش توی چشمانش افتاده بود. سیتسن خان با تعنی و از روی فرصت انگشتان باریک مفصل مفصل درآمده و زرد چوبه ای رنگش را روی آتش گرفت و بعد دستهایش را به هم مالید. حرارت آتش که به صورتش رسید گرمی و نشاط پرکیفی در خود حس کرد. هرم آتش حالش را کمی به جا آورد. او در کار خود تعجیلی نداشت. میخواست با آسودگی و دل راحت کارش را انجام بدهد و یقین داشت که کسی نیست که او را از کارش باز بدارد. روی دکتر کنان روغنی مالید و گذاشت جلو راسو و گفت به خود راسو هم را یکی یکی از توی بشخا با دهن برداشت و میان دو دستش گرفت و با نزاکت خانمانه ای کروچ کروچ شروع به خوردن کرد راسو دودی بود و از این رو با حیوانات دیگر فرق داشت چون که یک احتیاج انسانی از آنها زیادی داشت و همین احتیاج اضافی او را به انسان خیلی نزدیک کرده بود دود تریاک برایش احتیاجی بود که تأثیر مستقیم و فوری روی اعصابش داشت و سربار احتیاجات دیگرش شده بود هنگامی که از دود تریاک سرمست میشد هر احتیاج دیگری که داشت از یادش میرفت او چنان اسیر این کیف شده بود که هیچ گونه مقاومت در برابر آن برایش میسر نبود. اگر کیفش دیر میشد بیان که خودش بداند که چه باکش است و باید چه کار کند تا راحت بشود لخت و مردوار روی زمین میافتاد و چشمانش را با عصبانیت به هم میزد و دم خود را روی فرش میکوبید و زبان سنباد را به دور دماغش میچرخاند و گاهی از حال میرفت و حالت تهوع به او دست میداد و صرفه خشک می کرد. بوی تریاک که بلند شد راسو خود به خود به پهلو افتاد و دست و پایش را دراز کرد و کش و رفت. سنگینی و خونکی دود را روی بینی مرتوب خود حس کرده بود، چشمانش را بست و چند بار زبان ماست و لبوی رنگش را بیرون آورد و دودها را بلعید. بیهوشی و لذت شیرینی در خود دید لذتی که از غذا خوردن برایش دلچسبتر بود سید از کیف او لذت می برد و مرتب دود را به طرفش سر می داد و از این هممنقل بیازار خیلی خوشش می آمد. راسو هم با نفسهای عمیق دودها را می بلید و به صدای آشنای جز جز تریا گوش می داد. و هر دود تازه ای که به طرفش حل میخورد آن را بالا میکشید. کیف تریاک سیت را به عالم دیگر میبرد و زندگی یک نواخت او را تنوعی میداد. آن گونه زندگی تاریک و سرپوشیده ای که پیمودن آن مانند یک راه پیمایی ممتد در گندابی بود که تا زیر گلوی آدم سوس مار و قورباغه و مار آبی بول بزند. سید آخرین فرد خانواده بزرگی بود که با مردن او دیگر کسی در خانواده باقی نمی ماند و خانواده منقرض می شد. سال وبایی که خودش در هندوستان بود و وبا خانه آنها را جارو کرد و هر که را که بود کشت بعد از چند سال که برگشت خانه را از آدم خالی دید. فقط در دیاسمن بود که هنوز سر و مرگنده راه می رفت و بگذار و بردار می کرده. هنوز لباس های خواهر و برادرهاش تو صندوقخانه توی یخدان متعدد روی هم تپیده بودند. هنوز آن قالیچه عکسی که خواهرش به دار انداخته بود نیمه کار از دار آویزان بود. تا با سودابه عروسی نکرده بود حالت دیوانه ها را داشت. اما عشق سودابه زندگیش را عوض کرده و علاقه و اونس او را به زندگی تازه کرد عشق سودابه داغ بزرگ خانوادگیش را از دلش برداشت اما هنوز سه ماه نگذشته بود که سودابه خناق گرفت و مرد و تمام دل او را داغ گرفت این ضربت سید حسن خان را از پای در آورد مرگ سودابه که جلو چشم خودش اتفاق افتاده بود و او با دستهای خودش چشمهای های او را بسته بود دلش را از جا کند و به ناچار برای فراموشی چنان مصیبتی دست به دامان تریاک و عرق زد هرچند قلبش خیلی ضعیف بود و هر دوی آنها برایش مثل سم بودند ولی تریاک و عرق او را مشغول می کرد. در تمام مدتی که بیدار بود کیف تریاک او را در حالتی میان بیهوشی و بیداری نگه می داشت. همه چیز را می دید. ولی چیزی حس نمیکرد آن وقت بود که حتی نسبت به راسو هم می میشد کیف تریاک ارادهش را ازش میگرفت و تهماندهٔ خاطراتش را خواب میکرد وقتی که وافور را به زمین میگذاشت و به مخده لم میداد بدنش از حسی مثل آن بود که سالها زیر فشار سنگ مانده بود و قدرت حرکت نداشت گاه میشد که به قدری تریاک میکشید که تمام روز بیهوش مثل مرده تو شاهنشین اروسی میافتاد وقتی که در یاسمن برای جمع کردن اسباب چای داخل اتاق شد هوا یک پارچه دود شده بود سید خان تو شاهنشین روی تو شرچه به پشتی لم داده بود و چشمانش مثل چشم بیماری جان به سر گشاد بی بیالت به تاق افتاده بود و نایی حرکت نداشت. مثل این بود که مدت ها پیش مرده بود و مچاله شده بود. درسهایش زیر بدنش ستون شده بود، صورتش رنگ موم گرفته بود، راسو هم برابرش مثل اینکه که مرده و خشک شده باشد، همانطور با دست و پای کشیده به پهلو خوابیده بود و هیچ حرکت نمی کرد. به نظر می رسید که هیچ کدام زنده نیستند اما هر دو زنده بودند و سید همه چیز را می دید. اما حال این که حتی پلک چشمانش را از روی اراده به هم بزند نداشت گایی که پلکایش می افتاد و چشمانش مردوار نیمه باز و بیحالت می ماند توانای بالا کشیدن آنها را نداشت مغزش باد کرده بود و از داخل به دیوار جمجمش فشار می آورده. بدنش مورمور مور می کرده. قدرت هر کار و هر خیال ازش سلب شده بود. راسو هم همونطور که به پهلو افتاده بود گاه گاه با چشمان بسته و قیافه خواب زده زبانش را به دور دهن می و آب دهنش را قورت می و آهای خفه صدادار میکشید. در یاسمن چشم دیدن راسو را نداشت و اگر دستش می رسید با دست خودش خفهش می کرد. چون که می دید تمام زحماتی که او می کشید راحتش را راسو می برد. یعنی هرچه گوشت لخم تو سفره بود مال راسو بود هر جا که از آن راحت تر نبود راسو می خوابید. خان اول برای راسو غذا می کشید بعد خودش می خورد. در وقتی که میدید راسو تو شاهنشین جا خوش کرده و از دود تریا کیفور شده و از طرف دیگر به خودش نگاه میکرد و میدید که عمری زحمت کشیده و حالا روزگارش از یک سگ هم کمتر است از قصه و حرس آتش میگرفت و میخواست از سوز بهتر کرده نفس کشیدن و راحتی راسو را چنان با رشک و خشم نگاه میکرد که دلش میخواست بابا محکم بزند به روی دلش و جا به جا خلاصش کند. بعضی وقتها که از پشت در گوش ایستاد و قربان صدقه های اربابش را به راسو میشنید از هرس و جوش لبایش را گاز می اما چاره نداشت. امشب شب سوم بود که سید از دست راسو بیخوابی میکشید. سگی که زندگی مرتب داشت و به هیچ وجه از زحمت نبود سه شب بود که خواب به چشمش نرفته بود و از چشم صاحب خود نیز خواب برده بود امشب هم مثل دیشب و پریشب مرتبا در اتاق ور میرفت و با ناخون آن را میخراشید میخواست بیرون برود ولی چون در بسته بود هر دم ناامید به تخت خواب خان نزدیک میشد و با قیافه التماسامیز و منتظر به او نگاه می کرده و سر دومش را برای او تکان می داد و از او میخواست که پا شود و در را برایش باز کند تا بیرون برود تاریکی سنگینی فضای اتاق را گرفته بود سید تسن خان تاق باز خوابیده بود و با چشمان رک به سقف نگاه میکرد او علت بیتابی را سراغ به خوبی می دانست اما جرأت باور کردن آن را نداشت. نمیخواست و نمیتوانست باور کند نه راسوی عزیز دردانش محص شده و برای رسیدن به سگ نر در تبتاب است میدانست که راسو تلاش میکند بیرون برود تا با سگ‌های تو کوچه معاشقه کنند این حقیقت دردناک و رشکاور او را شکنجه میداد زیرا چنان به راسو علاقه داشت که رازی نمیشد محبت و احتیاج او به کس دیگر به غیر از خود او باشد او پیش خود حل کرده بود که راسو هر چه بخواهد از او بخواهد نه از غیر به چشم او راسو سگ نبود که احتیاجات سگی داشته باشد بلکه دخترک باهوش و با آتفه ای بود که خوشبختانه به صورت سگی در آمده بود و رفیق زندگی او شده بود در دنیا دلش را فقط به راسو خوش کرده بود که او هم داشت از دستش میرفت. رفت. رقیب های صلاحیت دارتری او را از راه در برده بودند و کار سید حسن خان به جای بنبستی کشیده بود. راسو را آهسته و سرزنش ها می صدا کرد. راسوی من، دختر خوشکل من، تو چقدر بیوفا هستی؟ مگه تو آدمی؟ تو که آدم نبودی؟ از که تو حالا آدم شدی؟ راسو که در این موقع معدب و منتظر نزدیک تخت خواب او نشسته بود فورا بلند شد و پیش او رفت و سرش را به عادت همیشه روی تشک گذاشت سید حسن به خود زحمت داد و به پهلو خوابید و گوش او را در دست گرفت و دوباره آهسته و دردناک گفت دخترک من راست دهنش را باز کرد و نوک زبان را به دور بینی چرخانید بعد سرش را از روی تشک برداشت و دست خان را لیسید آنگاه ساکت و غمانگیز همانجا نشست و در تاریکی به خان نگاه کرد گرمی بدن راسو و زنده بودن پوست و موی او و از اینکه دیگر دل او به جای دیگر بند است او را چنان دلقشه داد که نوک بینیش سوخت و سنگینی ورقه نازک اشکی سوزان و گرم را توی چشمانش حس کرد لرزش اشک تاریکی نفوز نافذیر شب را جلو چشمش به رقص درآورد و در آن تاریکی لرزان چشمان درخشان و آشنای راسو مثل دو ته شمع کم نور که در ته چای منکس شده باشد جلوش سوسو میزد. بیا جلو زبون بسته تو هم مثل آدم بیچاری شهوت هستی؟ این عده ها برای آدمای مطمدن که میخوان تخم ترکشون تو دنیا بمونه و ارثشونو رو بخوره خوبه تو بچه میخوای چه کنی بچه های تو فردا زیر بازارچه و سر زبال دنیا هنوز چشمشون وا نشده که بچه های کوچه بند گردنشون میبندن و رو زمین دنبال خودشون میکشونن مگه من خودت رو از کجا پیدا کردم از اگه بچهات بزرگ بشم چه لده کنه غصابی اونقدر لگت تو پهلوشون میزنن که خون قیمی کنن راستی که ستم و بیدادگری خالق تو اندازه نداره اما من من که خودم همیشه از اون و بستگی فرار میکردم حالا میبینم که از هر چی ترسیدم بهش رسیدم تو هم خیلی در حق من مرحمت کردی که تو حالا با من زندگی کردی اگه تو نبودی کی بود که با من سر کنه مثل اینکه من نفرین شده هستم مرا مادر دعا کرده از گویی که از تو دور بادا هر چه جویی من اگه اقبال داشتم که سودا به اون نازنینی از دستم نمی رفت اگه من اقبال داشتم چرا پامو می بریدم اگه من اقبال داشتم تو این دنیا یک گل و دلم رو به تو تنها خوش نمی کردم که تو هم سر به در بشی و فیلت یاد هندوستون کنه برامدگی لغزنده بناگوش راسو زیر انگشتان کم قوت او سر میخورد و بالا و پایین میرفت و گاه میشد که اصلا جای آن را گم میکرد حالا دیگر راسو دو چندان در نظرش عزیز شده بود خیال دوری راسو و تنهایی آینده او را شکنجه میداد لحظه ای به فکر خودکشی افتاد دید یک سگ هم از زندگی کردن با او امتناع دارد پیش خودش خیلی کوچک و حقیر شده بود اما از این خیال وحشت کرد و ناگهان بوی تند کلوروفرومی که در بیمارستان جیجی جی هاسپیتال بمبئی نگام که میخواستن پایش را ببرند به دماغش زده بود شنید سرش گیج رفت و فشردگی و در هم رفتگی دردناکی در خود حس کرد چند فشار پشت سر هم به گوش راستو داد و جای دستش را عوض کرد و پوزش را گرفت میخوام بدونم که تو تو عالم حیوانی خودت این مدت دست گیرت نشده که از من بدبختتر و بیکستر تو این دنیا کسی نیست صدای زوزه ی چند سگ مثل ناله منتدی که از زور سرما باشد از خارج شنیده شد آهنگ آرزومند و التماس کننده ای بود که از راه دور پوزه راسو را از دست سید تسن فراری داد و متوجه در ساخت راسو به یک حرکت که تا آن وقت سید تسن نظیرش را ندیده بود به سوی در دوید صدای خراش ناخونش که روی در می کشید مثل صدای چاقویی که روی چینی شکسته بکشند برای سید تسن چندشاور بود راسو راسو اما رسو تو آستانه دراز کشیده بود و پوزش را به درز درگذاشته بود و بو می کشید. شاید برای اولین بار فرمان او را نشنیده گرفته بود. سی تسم پیش خودش خجل شد. به نظرش رسید که سخف و اتاق رویش فروریخت و سنگینی خفه کننده ای روی سینه اش فشار آورد. من نباید حیوان اذیتش کنم. اونم هم مثل همه ما شهوت داره اینم کم کم داره آدم میشه اما دیگه به کار من نمیخوره وقتی که آلوده شد و لذت نر چشید و شکمش بالا اومد دیگه نمیتونه منو مشغول کنه اما اینم انصاف نیست که زبون بسته رو حبسش کنم تو خودت مگه یادت رفته برای خاطر سودا به چه زحمت ها کشیدی و چه خون دلها که خوردی تا تو باشی و دیگه به کسی دل نبندی تا چشمت کور شه آن شب نخوابید و تمام شب را با چرت‌های کوتاه بریده بریده به سهر رسانیده و دمدم های سهر بود که از جایش بلند شد. تصمیم خودش را گرفته بود. این برخواستن شبانه برایش غیرعادی و تحمیلی بود. چوب های زیر بغلش را از بالای تخت خواب برداشت و به کمک آنها راست ایستاد. بعد پوستینش را هم از پایین تشک برداشت و روی دوشش انداخت. سپس فشاری به چوب داد و روی آنها بلند شد و با سینه پای راستش کمی آن طرف پایین آمد. راسو جست و خیزی کرد و جلوش به رقاسی پرداخت. از پلای امارت که پایین آمد و به باغ رسید قلبش تو سینه اش می سالها بود که مانند آن شب تند و از روی اجبار راه نرفته بود و تکلیف با آن شاقی را انجام نداده بود. سالها بود که حس وظیفه را در خود کشته بود و به سختی از آن بیزار بود او همیشه و از هر چه که بوی تکلیف و وظیفه میداد فرار میکرد و چنان از آن گریزان بود که جن و بسم الله روی پلا نشست و چوبهایش را پهلویش گذاشت قلبش سخت میزد و مثل پرنده ای وحشی که هنوز به هوای قفس ها موخته نشده باشد از تو به دیوار دنده هایش می خورد و صدای تبلیک پوستش نم کشیده باشد از خود در می آبرد. گوشه ی لبهایش پایین کشیده شده بود. هنوز هم همان اخم دائمی توی صورتش غالب گرفته بود. باران ریز و تندی از ابرهای خاکستری پایین می بارید. صدای مرموز و یک نواخت چکه های ریز باران که روی برگ های خشک چنار و انبوه سوزنهای سرسبز کاج میخورد حراس مالی خولیایی شگرفی درون او پدید آورده بود صدای تپتپ بال و قارقار -قار خفه کلاخ ها که باران آنها را از جایگاهشان گریزانده بود به گوشش می رسید. اما او نه به سردی قطره بارانی که به سر رویش می خورد و نه به صدای نامعنوس کلاخ ها به هیچ کدام توجه نداشت حواسش فقط متوجه یک جا بود تنها به یک جا و یک چیز فقط در باغ که روبرویش زیر برکای خفته پاپیتال پنهان شده بود و به صدای زوزه سگهای پشت آن صدای تپش قلبش با صدای ریزش باران و پرپر پر زدن و قارقار کلاخا و صدای شب و زوزه سگها در خاطرش آهنگ ناهنجاری برپا داشته بود. در این میان دید که راسو پهلویش نبود. از روی پله بلند شد و با شتاب به سوی در باغ براه افتاد. همچنان روی دو چوب خود بلند میشد و چند ثانیه در هوا چرخ می خورد و جلو می رفت. قدش بلند و خمیده بود. هیکلی تر از شب فضای تیره را میشکافت و پیش می رفت. یک نواخت و معذب راه میرفت و صدای خشک ریگ های کف باغ زیر چوب هایش خش خش آسین های پوستینش که سردست آنها ریشه ریشه ای و مثل گردن بریده بود که خون ازش می شکید، این طرف و آن طرف در فضا تکان می خورد. پیش خود خیال کرد آیا واقعا آدم ناق و بیشتر به مرده نزدیک نیست تا به زنده ها؟ من نیمه راه مرگ رفتم و نیمه دیگه باقی مونده راسو رو زمین گلالود باغ خوابیده بود و پوزش را به درز در بزرگ باغ چسبانده بود و بومی کشید صدای خورخور و ناله جویده جویده چند سگ دیگر از پشت در بلند بود سید خواند که برای باز کردن کلون به در نزدیک شد راسو بلند شد و جستی زد و عقبی استاده کوچکترین اعتنایی به او نشد و نوازشی ندید اما او هم تمام حواسش پیش سکای پشت در بود مثل گربه ای که منتظر باز شدن در تل موش باشد با گوش های تیز و خیافه متعجب به در باغ خیره شده بود و پشت سر هم دو مشراتکان میداد. می داد. منتظر بود در باز شود و آنچه را که تا آن وقت نمیدانست چیست ببیند. اما در دیرتر از آنچه راسو منتظر بود باز شد چون که انگشتان لاغر و بیتوان سید حسن خان به باز کردن آن آموخته نبود زوزه سگها در این موقع به دندان قروچه های خشمناک و خورخورهای ترسناک مبدل شده بود آنها در هم افتاده بودند و روی زمین می و همدیگر را گاز می ناگان فشار سختی که تحمل آن برای سید حسن خان دشوار بود به در وارد آمد چند سگ به در بسته حمله بر شده بودند صدای زوزه درد ناله یکی از آنها که از پا در آمده بود و صدایش رفته رفته دور میشد به گوش می رسید سید حسن خان تمام سنگینی بدنش را روی در انداخته بود و به آن زور می آورد. یکی از چوبهاش به زمین افتاد بدنش می لرزید و نفسش به تنگی افتاده بود با کوششی که در زندگیش نظیر آن را به یاد نداشت با یک پا و یک چوب تعادل خود را حفظ کرده بود و باز هم به در فشار می آورد ناگهان سکهای پشت در ساکت شدند سید حسن خان قدری مکس کرد و چون صدای آنها قطع شده بود دست پاچه شد خیال کرد سکابوی او را شنیده و فرار کرده بودند برای همین روی چوب خود فشار آورد و تکیاش را به آن داد با احتیاط و آهسته لایه در را باز کرد فضای تاریک کوچه باقی با تاریکی نفوز ناپذیر فضای باغ به هم راه یافت و قاطی شد. ناگهان اول پوزه و بعد سرکله یک سگ گنده با چشمان براغ و بیهیا و مغرور و نترس از لای در تو آمد و به داخل باغ سرک کشید. سیت دلش قرص شد. مثل آنکه بخواهد ببری را به دام بکشد خودش را پشت لنگه ی در قایم کرد و لای در را اندکی باز کرد. سگ قریبه بیان که به او اعتناع کند گوشهاش را تیز کرد و خودش را به یک خیز به راسا رسانید. هنوز سرکله سگ سر دومی از لای در نیامده بود که سید حسن به چابکی کودکان ای در را قایم به هم زد و کلونش را انداخت. او فقط یکی میخواست و همون یکی را به دام انداخته بود. صدای ریزش شلاق کش و چسبیده ی چکه های باران روی شاخه های کاج و برک های خشک چنار مثل صدای چراغ پریموس کشیده و منگ کننده بود. نیروی سید حسن خان تمام شده بود قلبش غیر طبیعی و تند میزد و درد شدیدی در آن حس می کرد بدنش خیس عرق شده بود و سوزن سوزنی می شد بی اراده توی درگاه نشست و به در باغ تکیه زد ضربت این گذشت برایش غیر قابل تحمل بود اما ته دلش راضی بود دیگر مسئولیتی در خودش نمیدید. کارش را تا آخر انجام داده بود ولی از تنبلی و ساسی جسم خود در عذاب بود تپش قلب آزارش میداد نفس تا گلویش می رسید و در همانجا فرو میرفت و بالا نمی آمد ترس مرگ در خودش حس میکرد. باز هم همان بوی کلوروفرومی که در بیمارستان جیجی جی هاسپیتال بمبعی شنیده بود به دماغش خورد در آنجا که نشسته بود یک سنگ نکتیز زیرش بود و جایش را ناراحت کرده بود اما هرچی کوشش کرد که جای خود را عوض کند نتوانست سنگ نکتیز همانطور زیرش بود و آزارش میداد و او توان تکان خوردن نداشت صبح دمیده بود اما باران به همان شدت سحر میبارید آسمان سخت گرفته بود حالا دیگر درخشش های کف باغ در هوای گرگ و میشه بامداد دیده میشد سطح حوز مثل آبجوش قلقل میجوشید و دانه های باران را میبلعید کلاخا به پرواز آمده بودند و صداشان بازتر و گوش خراشتر شده بود صدای کشش خواب و خفه ای از دور به گوش می رسید خان پشت در باغ خودش مچاله شده بود و صورتش دیده نمیشد. جلوش در دو قدمی راسو گلالود و با خیافه کتک خورده و قابل ترحم با سگ غریبه ته به ته به هم قفل شده بودند و از بودن یک آدمیزاد مچاله شده در دو قدمی خودشم هیچ گونه شرم و خجالتی نداشتند. پایان دوستان گرامی این داستان طولانی به پایان رسید چقدر شبیه وضعیت پدری است که دختری رو تربیت میکنه و وقتی که دختر به سن بلوغ میرسه میخواد بره و میل شدیدی به رفتن داره این قریزه غریزه جنسی تقریبا حضور دائمی داره در داستانهای روانشاد و زنده یاد صادق چوبک زاده نویسنده تا حدی حد هم با نظریت فروید آشنا بوده و احتمالا دید مثبتی بهش داشته برای اینکه وقتی پوزه و دهن و همچنین زیر گوش سگ رو لمس میکنه به طور نامحسوس ظاهرا بهش حس جنسی دست میده سگ سمبل وفاداری و وابستگی حالا اگر نگیم دلبستگی هست اما وقتی که پای غریزه به میان میاد وفای سگ که نوعی عشق و سمبل عشق تحت شعا قرار میگیره و غریزه حکم کامل و کلی رو صادر میکنه